سرخط مهمترین خبرها. معامله میلیون دلاری مارشال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور. اعلام اعضای باقی مانده کابینه سرپرست طالبان. خوشبینی ارتش پاکستان از تضمین‌های امنیتی طالبان. و در پایان، 25 میل سلاح سربازان بریتانیایی حاضر در جنگ میوند از خانه در قندهار به دست آمده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. 25 میل سلاح سربازان بریتانیایی حاضر در جنگ میوند از خانه در قندهار به دست آمده است. مقامات محلی قندهار می گویند که 25 میل سلاح دوره امیر شیر علی خان از خانه در قندهار به دست آمده است. این سلاح ها به نام جاغوری شهرت دارد و بر اساس برخی از معلومات مربوط به سربازان بریتانیایی است که در جنگ افغان و انگلیس در میوند حضور داشتند. برخی از این سلاح ها 3 مرمی و برخی دیگر نیز 7 مرمی فایر می کند. مسئولان در موزیم قندهار تایید می کنند که این سلاح ها به منظور نگهداری در این موزیم و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت سپرده شده است. هرچند منابع در ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار می گویند که سلاح های سربازان بریتانیایی از سوی طالبان در مربوطات حوزه اول شهر قندهار یافت شده است، اما با آن هم معلومات دقیق در مورد چگونگی و دست آمدن این سلاح ها ارائه نشده است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار تصریح می کنند که آثار را در حال حاضر به موزیم سپردند و در ادامه بررسی های انجام خواهد شد که این سلاح ها از سوی چه کسانی پیدا شده و چرا تا حال به دولت سپرده نشده است. احمد الله مسئول موزیم قندهار می گوید که در مورد قدامت تاریخی این سلاح ها تحقیق کرده است. او افزوده که سلاح های نو جوهری از 150 سال پیش در قندهار به جا مانده است. با گفته او، شمار این سلاح ها که از سربازان بریتانیایی در جنگ میوند به جا مانده به 25 میل می رسد و اکنون در موزیم قندهار نگهداری می شود. در همین حال، باستانشناسان معتقدند که باید از این آثار به گونه درست محافظت شود. محمد غوث سراج باستانشناس در قندهار از انتقال این سلاح ها به موزیم قندهار استقبال می کند، اما با گفته او آثار و اماکن تاریخی باید مسئول بماند زیرا بیانگر هویت افغان ها است. سراج افزود که این سلاح ها به احتمال زیاد از جنگ تاریخی میوند به جا مانده است. و اکنون می پردازیم به خوشبینی ارتش پاکستان از تضمین های امنیتی طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده است که اسلام آباد برای حفظ منافع امنیتی خود به صورت منظم با طالبان در افغانستان همکاری می کند. بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان روز دوشنبه 29 سنبله در صحبت با اردونیوز پاکستان گفته است که اسلام آباد از تضمین های طالبان در مورد صلح و امنیت راضی است. به گفته او، طالبان تاکید کردند که به هیچ گروه یا سازمان تروریستی اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان برای هر گونه فعالیت تروریستی علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان استفاده شود. سخنگوی ارتش پاکستان افزوده است که هیچ دلیلی نمیبیند که در مقاصد و تعهدات طالبان تردید کند و به همین علت برای حفظ منافع ملی پاکستان ارتش با طالبان در تماس دوام دار است. یکی از نگرانی های اسلام آباد فعالیت گروه طالبان پاکستانی است که در روزهای اخیر چند رشته حملات را در پاکستان اجرا کردند. در این مصاحبه بابر افتخار بر حصارکشی خط دیورند تاکید کرده است. پاکستان حدود 2600 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. افتخار گفته است که هدف از این کار مدیریت بهتر مرز بوده است. به گفته او حصارکشی حدود 90% پیش رفته است. پاکستان پس از تحولات اخیر نقش برجسته در افغانستان بازی می کند. این کشور بارها از جامعه جهانی خواسته است که واقعیت جدید افغانستان را به رسمیت بشناسد. از جانب دیگر عمران خان نخست وزیر این کشور از آغاز رایزنی با طالبان برای شامل کردن تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها در حکومت طالبان سخن گفته است. در همین حال روزنامه 8 صبح از اعلام تعداد از اعضای باقی مانده کابینه سرپرست طالبان خبر می دهد.
طالبان روز سه‌شنبه سیوم سنبله شماری از اعضای باقی مانده کابینه خود را اعلام کردند. طبق اعلام ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حاجی نورالدین عزیزی به عنوان سرپرست وزارت تجارت تعیین شده است. نورالدین عزیزی باشنده ولایت پنجشیر می باشد. حاجی محمد بشیر باشنده بغلان از سوی طالبان به عنوان معاون اول وزارت تجارت و حاجی محمد عظیم سلطان زاده به عنوان معاون دوم این وزارت تعیین شدند. طالبان قلندر عباد را به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه و عبدالباری عمر و محمد حسین و محمد حسن غیاسی را به عنوان معاونان او تعیین کردند. در تعیینات جدید ملا محمد ابراهیم به عنوان معین امنیتی وزارت امور داخله تعیین شده است. همچنان نظر محمد مطمئن به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک تعیین شده است. مجیب الرحمن عمر از سوی طالبان به عنوان معین وزارت انرژی و برق، غلام غوث به حیث معین وزارت ضد حوادث، محمد فقیر به عنوان سرپرست اداره احصای مرکزی، محمد گل محمد به حیث معین وزارت سرحدات، گلزرین کوچای به عنوان معاون دوم وزارت سرحدات، ارسلا خرودی به حیث معین وزارت مهاجرین، لطف الله خیرخواه به عنوان معین مسلکی وزارت تحصیلات عالی و نجیب الله به عنوان رئیس اداره انرژی اتمی از سوی طالبان تعیین شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفت که در این تعیینات تا اندازه زیاد تخصص مد نظر گرفته شده است و در سایر تشکیلات حکومت طالبان این معیار در نظر گرفته خواهد شد. سخنگوی طالبان در بخش از پاسخ خبرنگاران درباره همه شمول بودن کابینه گفت که این بار نمایندگان از اقلیت‌ها از جمله هزاره‌ها نیز تعیین شدند. و در پایان حالا می پردازیم به بخش اساسی خبر. شاداب امین بگزاد از معامله میلیون دلاری مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و استاد عطا محمد نور در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد. اشرف غنی در آخرین سفر خود به ولایت بلخ 7 میلیون دلار به مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و استاد عطا محمد نور داده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.